معاون پیشین وزارت دفاع به 9 سال زندان محکوم شد. اسدالله خالد وزیر دفاع ملی افغانستان استعفا داد. اسیر شدن 40 سرباز در پکتیا توسط طالبان. ساله طالبان نسبت به گذشته به مراتب جاهل تر شدند. سخنان تازه وحیدالله مجرو در مورد بالونهای اکسیژن کمک شده از ازبکستان که خالی برآمد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. معاون رئیس جمهور میگوید که در روش و رفتار طالبان با مردم نه تنها هیچ تغییری نیامده، بلکه آنها جاهلتر و وحشیتر شدند. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در صفحه فیسبوکش امروز دوشنبه 14 جون نگاشته است که در بسا مناطق که اسمش را سقوط گذاشتند، طالب با ایجاد یک خط باریک پیشروی کرده است. عقبهشان عمق و پهنا ندارد. آنهایی که جنگ با طالبان را بلدند میدانند که این خط باریک به گورستان دست جمعی این گروه تبدیل خواهد شد. معاون نخست ریاست جمهوری می افزاید که در روش و رفتار طالب با مردم هیچ نوع تغییر نیامده، بلکه جاهلتر و وحشیتر شدند. آقای صالح تاکید دارد که فریب تبلیغات را نخورید. استادگی در برابر طالب دفاع از ارزش‌ها و کرامت انسانی است. طالب هیچ پیامی به انسان این کشور غیر از درخواست اطاعت ندارد و تمکین به زندگی بردگونه ندارد. در 2 ماه اخیر طالبان مدعی سقوط دادن بیش از 20 ولسوالی شدند. نهادهای امنیتی اما گفتند که از این ولسوالی ها به شیوه تاکتیکی عقب نشینی کردند. سقوط پای همه ولسوالی ها انتقادهای را متوجه حکومت کرده و سبب افزایش نگرانی مردم شده است. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عام میگوید که 1000 بالون اکسیژن که چند روز پیش از ازبکستان وارد کشور شده بود همه خالی بوده است. به نقل از خبرگزاری بغدی، آقای مجرو در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان امروز دوشنبه 14 جون گفته است که بالونهایی که از ازبکستان آمده بود یک سوی تفاهم بود، بالونهای خالی بود. او همچنین گفت که در حال حاضر یک تاجر ملی به گونه همکاری از مجموعه 1000 بالون 300 بالون را پر می کند. وزارت خارجه اعلام کرده بود که با تعداد 1000 بالون اکسیژن از کمک های کشور ازبکستان را دریافت کرده. سرپرست وزارت صحت عامه گفت در صورتی که تمامی این بالون ها پر می بود، 500 بالون آن در بلخ و 500 بالون دیگر آن در ولایت حوزوی توزیع می شد. آقای مجرو گفت که افغانستان با نبود اکسیژن نه، بلکه با کمبود اکسیژن مواجه است. به گفته او 3500 بالون اکسیژن از ایران خریداری شده و در صورتی که بالون خالی موجود باشد، تاجکستان نیز روزانه 500 بالون را اکسیژن پر می کند. سرپرست وزارت صحت عامه 16 جوزا در نشستی با نمایندگان سکتور خصوصی گفته بود که شفاخانه های خصوصی بیشترین مصرف اکسیژن را دارند. او تاکید کرده بود که شفاخانه های خصوصی باید در مصرف اکسیژن صرفه‌جویی کنند. اسیر شدن 40 سرباز در پکتیا توسط طالبان. مقام ها در ولایت پکتیا می گویند که 40 تن از نیروهای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز این ولایت بعد از چند ساعت درگیری با طالبان توسط این گروه اسیر شدند. محمد علی فدایی والی پکتیا گفته است که 10 تن از اعضای نیروهای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز این ولایت به چنگ طالبان افتادند. فدایی به رسانه ها گفته 40 تن از نیروهای خیزش مردمی تا آخر جنگیدند، اما از این که را مین فر شده بود اکمالات تا حد دشوار شده بود و به این دلیل آنها اسیر شدند. در امین حال زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که 42 تن از نیروهای پسته امن و نظم‌نامه با اسلحه و تجهیزاتشان در منطقه ابراهیم خیل شهر گردیز به این گروه پیوستند. این در حالی است که در روزهای اخیر جنگ در بسیاری از نقاط کشور تشدید شده است و جنگجویان طالبان نیز تاکنون مرکز چندین ولسوالی را
در تصرف خیش درآوردند. ولسوالی سانگچارک سرپل هم به دست طالبان سقوط کرد. منابع محلی در ولایت سرپل در گفتگو با خبرگزاری افق سقوط ولسوالی سانگچارک این ولایت را تایید کردند. این دومین ولسوالی سرپل است که طی دو روز اخیر به دست طالبان سقوط می کند. سید اسدالله دانش عضو شورای ولایتی سرپل گفت که پیش از ظهر امروز دوشنبه 24 جوزا طالبان مرکز ولسوالی سانگچارک را او افزود که درگیری پراگنده جریان دارد، اما نیروهای دولتی بدون هیچ مقاومت مرکز ولسوالی سنگچارک را ترک کرده و به منطقه کوهستانی عقب نشینی کردند. معاون پیشین وزارت دفاع به 9 سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی اعلام کرده است که محب‌الله محب، معاون ازبق مادی و تکنیکی وزارت دفاع ملی، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به 9 سال زندان محکوم شده است. طبق اعلامیه دادگاه عالی، محب‌الله محب، معاون ازبق مادی و تکنیکی وزارت دفاع ملی، عبدالرحمن غوری رئیس ازبق خریداری این وزارت و 23 نفر دیگر امروز دوشنبه 24 جوزا در یک جلسه علنی قضایی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در عقد قراردادها محاکمه شدند. در این جلسه قضایی دگر جنرال محب‌الله محب در رابطه با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در قرارداد دو قلم البسه و 9 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است. همچنین دگر جنرال عبدالرحمن غوری رئیس ازبق خریداری وزارت دفاع ملی در رابطه با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در قرارداد دو قلم البسه به انفصال از وظیفه و 6 سال و 8 ماه زندان محکوم شده است. دادگاه عالی گفته است که از میان 23 متهم دیگر در این پرونده برخی به مدت 1 سال الی 7 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده و تعداد دیگری بنا به فقدان دلایل براءت حاصل کردند. طبق اعلامیه دادگاه عالی، اسامی وفی الله فرزند عبدالکریم، محمد نادر فرزند مرزا محمد و محمد قاهر فرزند محمد ظاهر معاونان شرکت‌های قراردادی برد مبلغ بیش از 240 میلیون افغانی محکوم به مجازات شدند. همچنان قوی همت روی صفحه فیسبوکش نگاشته است. او با نشر این عکس اسدالله خالد نگاشته است. میگه استعفا کرد. ریزایند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.